بچه درود، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خیلی مخلصم، خوش اومده ولاگ امروز. من برگشتم مشهد و امروز اومدم یک جای بسیار بسیار خاص که به گرند کانیون شمال شرق ایران معروفه، یک جای بسیار بسیار زیبا. فقط این نما رو داشته باشین، این گلای زیبا شقایق، خب این پایین و این ارتفاع دره‌ای که 1040 متره الان ارتفاعی که ارتفاع سنج داره من میده، و اون پایین هم که ببینین عجب حوضچه‌های آبی تشکیل شده. و دارم سعی میکنم توی این سفر شما رو همراه بکنم با این منطقه بسیار زیبا، خاص و بکر. پس ازتون دعوت میکنم این دو سه تا ویدیوهای پیش رو ببینید. دمتون گرم و خوش اومدین. بچه ها خیلی مخلصم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ من که اصلا خوب نیستم، صبح رستم مشهد، این اسب گردم خوابیدم، الان ساعت 12 شبه. مثل این مرغایی که کلشون سنگ خورده گیج و بیج میزنن، همینجوری راه افتادم، نمیدونم کجا دارم میرم اصلا. یعنی سیستمم دفرک نشده، یعنی گیج و منگ و منگ، اصلا نمیدونم، فکرم بد خوابیدم، به یه بد خوابیدم، چشم یه چشم هم تار میبینم. بعد دارم میرم یه چیزی براتون در بیارم دیگه، خدا به چی از آب در بیاد. فکر نمی کنم ویدیوی به درد بخور این ویدیو در بیاد، اما تمام زورم میزنم دیگه، نمیدونم کدوم ور برم، ولی شما که میدونی من میرم زنده کلات. آقا یه جایی تو کلات از خیلی باحاله، میخوام برم اونجا رو بهتون نشون بدم. خیلی خب بریم تا ببینیم چی میشه. یه جا بین راه چراغاش روشن بود، گفتم وایستم یه آبجوشی بگیرم، میبینم که درش چراغاش روشن ولی درش بسته است. حقیقت چون خواهیم بچه اصلا نمیخواستم میشه ویدیو بگیرم، به این خاطر که حالا اصلاً خیلی تخمی و ناجوره، گفتم از فردا صبح که یک مقداری بهتر شدم ویدیو بگیرم. من گفتم با شما تعارف که ندارم، اتفاقا بهتره که یادگار بمونه که دو روز دیگه اگه اصلا خورد بود این ویدیو رو ببینم و ببینم که میشه با اعصاب خرد زد بیرون و حال و حوصله رو بهتر کرد. خیلی خب فعلا پس چایی نداریم، مگر اینکه یه جا وایسم چایی جوش بیارم که حوصله هم ندارم. آقا ما رسیدیم به جای همیشگی، مسجد توی روستای قلعه نو. اون روبرو یک مجتمع گردشگری و اقامتی مالاوا هستش که مال این فرهنگی ها و ایناست. و من همیشه که میرسم اینجا دوتا کار میکنم، اول میزنم که ماشین در جا کار بکنه که گریپ میریپ نزنه یک موقع، بعد تمام پوست دخما و آتشقالایی هم که هست اونجای سطح زباله یه میرزم اونجا قشنگ ماشین ترتمیز مرتب میکنم، کیسه خواب و بینا رو ور میدارم، در دستشویی مسجد بسته است دیگه، آماده میشم چند ساعتی میخوابم تا هوا روشن بشه. این مغازه بنده خدا دیگه آشنا شده، ما رو میبینه، آبجوش با آبجوش اوکی میکنه با دیگه. ما هم کم کم چرت و پرت دارم میگم بچه ها دیگه، ببخشید دیگه، ما هم گوزیده حسابی بگیریم بخوایم تا فردا صبح. بچه ها یه مسئله هستش، میگن عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. 10 دقیقه اینجا وایستادم، ببخشید میخوام برم گوشه بشاشم، بعد این سگه همجی نشسته ازش خجالت میکشم، نمیدونم چرا، فهم که خدا از طریق چشمای این داره من رو رصد میکنه. بعد یه چیز خیلی ناراحت کننده بچه، نیسان اینجا هر 10 دقیقه یه روب نیسان رد میشه، نیسان هایی که چوب گذاشتن دو طبقه کردم و تا خرتناق پر گوسفند گردنشون. بعد اینقدر دلم برای گوسفندا میسوزه، تفلکه شب آخر عمرشون دیگه، دارم میرن این سمت مشهد کشتارگاه، و اینقدر بعضیشون خوشحالم بعبع میکنم، فهم کنن که مثلا یارو آوردهشون برای دور زدن تفریح، کلهشون هم باد میخوره، تفلکه شب آخر عمرشونه. و من موندم الان که اینقدر اوضاع بارندگی خوبه و اینقدر علف و ملف و اینا زیاده، یا موندم چرا ملت میفرستن گوسفندا رو کشتارگاه، این که مثلا یه سهمیه داشته باشن در سال یک تعدادی رو بفرستن برای کشتار، واقعا خیلی ناراحت کننده است.
اون سگه هم نمیره، هیچی هم همراهم ندارم بدم بخوره و دیگه بعد بیم کارمون گوشه انجام بدیم و دیگه بگیریم بخوابیم. دقیقا این بچه ها رو میگم بچه صبح که در پنجرتون وا میشه، خورشید از اون روزن پیدا میشه. آقا تره رفتم از بسی هر روز اینو آبش کردم. دو تا پولی هست بچه ها، یکی مال کولره یکی مال چیزه، از بین اونا چیکه چیکه آب میاد، نمیدونم مشکل چیه، فکر میکنم مال چیز باشه، واتر پمپ و اینجور داستانا باشه، یه تومانی خرجش. چه خبر خوبین؟ صبح هم گیرد خیر. ساعت 6 و نیم صبح و اونده از ساعت 3 و نیم روشن میشه و الان انقدر آفتاب داغه که دیگه اصلا نمیشه خوابید. دیگه آماده شدیم برای راه افتادن و اول ماشین رو آب بکنیم و بعدم بریم. بچه جایی که میخوام امروز ببرمتون دقیقا پشت این کوههای کنگره‌ای، منطقه‌ای هست معروف به منطقه قله زو که یک دره و یک غار و یک مجسمه خیلی باحال داره. بریم سریعتر برسیم خودمون به کلات نادر. تو این چهار روز که من زاهدان بودم بچه ها، یکی از نادرترین بارونایی که تو این منطقه باریده، یعنی از شب تا شب فرداش کامل یه چیز حدودش 60 میلیمتر بارون باریده بود که اصلا به قول خود مردم این منطقه و اصلا مردم مشهد میگفتن خیلی وقتا یادمون نمیاد اینقدر بارون با برکت خوبی بیاد. و خدا شد واقعا آخر هفته باز اعلام بارندگی شدید کردن. اینم شهر به خدا میدونم که اعصابتون دیگه از این شهری کلات کورت شده. بزن این سری بر پیج قشنگ قشنگ ساب کنید. این ماشین بچه روی دنده خدمت رو از کدم 4 که میخوای به روی 5 یه گاز هرز میخوره. به نظرم این استپرش کثیف شده. حالا یه تعمیرگاه اینجا توی کلات بود، ساعت 7 صبح هست، همه جام تعطیله. دیگه آوردم همین رو، میتونستم با اسپری خودم تمیز بکنم اما دیگه حالا گفتیم که بدیم این استامون ببینیم چیکار میکنه. آقا گاوم زاییده، حسابی هم زاییده، این صفه تموم کرده لعنتی. یه ستوان 3500 حداقل افتادیم، چاره نیستیه. بازم علیرضا و تخمرغ این سری دیگه نوناش خیلی باحاله. گفتم مال کجا؟ گفت مال روستای زیرزار. دیگه این خبر صفه کلاجه انقدر حالمون گرفت که گفتم ولش که حالا سره پخت و پزم نشم، گفتم بیام همینجا یه دونه به قول معروف املت بزنیم تو رک. بفهمید بچه ها توی چند تا ویدیو قبلی بهتون گفتم که میریم ما پشت این رشته کوه. الان دقیقا ما پشت دیوار هستیم، پشت این دیواری که توی ویدیوهای قبلی بهتون نشون دادم و حدود 20 کیلومتر بعد بریم تا برسیم منطقه قله زو که اشتباهی بهش میگن قله زو. بچه ها اینجا دیگه از فرط زیبایی ناچار پیاده شدن دقیقا شیب 180 درجه چی هست کنم، از اونجا میاد میگیره به پرچه مره تا اونجا. خدمتتون عرض کنم که آخیش احساس بکنم باز حالم داره خوب میشه. خب اون کلاته، اون دره ورودی به کلات در بند و اینم پشت اون کوهی بود که بهتون صبح گفتم، یعنی الان مشهد پشت اون کوه، پشت دقیقا مشهد پشت اون کوهه. همه چی الان پشت اون کوهه و چقدر کنگره کنگره کوهش. ببین کامل دندونهاش همه کنگره کنگره. قدیما به این اشتباهی به این گفتن هزار مسجد، چون شکل هزار تا مسجد، در صورتی که اون کوهستان پشت اون خفنه هزار مسجده. و اگه یادتون باشه بچه ما توی دبیر تو مدرسه بهمون گفتن دره حد فاصله دوتا کوهه. خب الان کوهه، چرا من عبا شدم انقدر؟ در صورت که اینجایی که داریم میریم هیچ کوهی نداره ولی یک دره بسیار بسیار شگرفی داره. بریم به اون سمت،
یعنی دهن نادرشاه سرویس، یعنی از این ور که هیچ کی نمیتونسته بیاد، از این ورم که این کوه هاست، خب اونورم که کلن شورزاره که طرف میامد میمرد. فقط تنها ورودی که داشت اون دربند اونجا بوده که اونجا هم دوتا دش گذاشته بود و کلی آدم ها که میخواستن بیان تو رو بازخواست میکرده. جایی بود که نادرشاه تمام گنجینه‌هاش رو اینجا خوابونده و خدا میدونه که نقل است میگن زمانی که از هند گنجاش اینا رو آورده برده جای ما چیز کنه دفن بکنه، تمام اون کارگرهایی که با خودش میبرده رو میکشته که آدرس گنجا رو کسی بلد نباشه توی مسیر برگشت، قاطرا و الاغا رو هم میکشته که دیگه اصلا کلن هیچی خبردار نباشه که کجا این گنج های عظیمش رو اومده قایم کرده. خدا وکیل دمش گرم. بریم آقا، بریم زوزه کشان بریم بالا تا بریم به کجا برسیم. هی بگین یه علی رضا بده، این علی رضا اهه، این علی رضا اوخه اوفه. ببینیم کجا خدا وکیلی میارم اتون. خیلی همون آریزونا نرفتیم، آمریکا نرفتیم، اما بده ای بگی نرزا بده. گرند کنیون داشته باشین، دره ها، یعنی ببینین اینجا شاید به نظرتون زن 5 متر باشه، در صورتی که شاید 1000 متر از بالا تا پایینشه و پرنده هایی که اومدن اینجا لونده کردن. بذاریم برم پایین تر تا یکم با اون فاجعه بیشتر آشنا بشین. چجوری من از عظمت اینجا براتون بگم بچه ها؟ با چه زبونی از عظمت اینجا براتون بگم؟ خیلی این دیوار بزرگه، خیلی بلنده. بس فکر شو بکنیم بارون که میاد از اونجا آبشار رکش میکنه میره تا اون پایین. پرنده ها رو ببینین روی دیواره، واقعا عظمت داره، واقعا عظمت داره. بنازم قدرت این خدا رو. این کلات نادر که اینقدر شما میگی نریزا چرا هی ما رو میبری کلات نادر، به خدا تخت نمیکنم برام جلوتر. اینقدر میگی علی رضا چرا اینقدر مار میاری کلات نادر، از اینجور جاها داره. این رد پایم که بینید رد پای رمه هاست و گوسفندا. اون پایین رو ببینید بچه ها، برای کسایی که ترس ارتفاع و فوبیا ارتفاع فکرشو گوسفندای دیوس از اونجاها میرن دنبال علف و چریدن. خیلی خفنه، خیلی باحاله. بریم جای باحالترش. انقدر موج عظمت این دره من رو گرفته که قدم به قدم پیاده میشم نگاه میکنم که یالل هول آبیه چی اونجا. هولی شیت. بعد اون زیر چه خبر میتونه باشه؟ بریم جلوتر. شما اون ردای بچه گوسفند رو چیز بکنین که برای 4 تا علف تو کجاها میان و چه جایی هست اونجا برای رفتن و کمپ زدن و سرچ کردن و اینا. آقا لوکیشن جدید پیدا شد.
منطقه قلزو دوست دارم تمام اون دره‌های پایین و همه رو پیاده برم و این دیفاله‌های سمت چپ و راست که اینقدر عظمت داره رو بهتون نشون. قشنگ ببین اون زیر که وایسی بعد چون اون زیر که وایسی اصلا 180 درجه زیر سنگ و خاکه، خیلی عظمت داره لعنتی. اصلا چیزی که من ببینم رو نمیتونم به گوشی از نمایش منتقل کنم به شما. بچه این روستای قلزو هست که بعد بریم ماشین رو پارک کنیم و بریم به سمت قار قارالوقلق بریم. دقیقش رو بهتون میده. این خاکایی که روی زمین میبینین همه به خاطر این بارون دو سه روز پیشه بچه ها، که انقدر اینجا رو کلن اومده خراب کرده. الان دارن سعی میکنن باز کنن جاده رو. آقا با یک چیز میزایی برداشتیم با خودمون، گفتیم بریم ببینیم یه قار رو میتونیم پیدا کنیم. عاشق پول دادن به این چیزای شر و ور زادان که رفته بودم، من این کیفای کوچیک رو به هر تعدادی پیدا کنم میخرم. قیمتی هم نداره، مثلا تیکه ای طرف میداد 50 تومن. این مال هواپیمایی اماراته و 4 عنصر طبیعی آب و باد و خاک و آتش رو روی این چیز کرده. برای مثلا پاور بانک و جای کابل خیلی چیزا خوبه. بزنین پر کنیم ببینمش. ها؟ نه نه نه، مثلا پاور بانک و کابل رو گذاشتم این تو، شست رفته جمع جور، خوشگل، خوش رنگ، خوش دست. حاج خانم میاد میگه یخچال داریم درست میکنیم. جان روبرو کنار جاده تابلو میبینی؟ آها آها، تابلو قرمزه ده متری مرتز میری داخل درم پایین ها؟ راش از همونجا هست. دست دارم من میده همونجا، باز این نزدیک تره. معبد که یاجه با دست دارم. بچه خونه رو ببینین، اینجا حالت خان و خانبازی و اینا بوده دیگه. گفتم یکم توی روستا قدم بزنیم، تیغ به دست. یک چیزی هم با خودم آوردم که وقت خوردن بهش برسه، آب از همه جاتون حرکش کنه. دوربینا رو، دوربین نظارتیه. خیلی خب بریم چرخی توی روستا بزنیم. در ماشین قفل کردم. خیلی بچه ها کامنت داده گریز چرخ ها بالانس نیست. چرخ ها چرا کامل بالانسش کردم ولی از این زیر بنزین میریزه. خیلی من نامهربونم بچه ها با این ماشین ها. یعنی تل این ماشین توی مشهد پیدا نمیشه. مدل 88 مثلا 100 تا کار کرده باشه ولی اصلا بهش نمیرسم. خیلی خب درا که قلفه و بریم به سمت قار خارانلق لق. دیگه خارانلق لق اسمش. شاید خودخواهی باشه ولی اصلا خوشم نمیاد که از خدمت اصلا مصالح روز استفاده میکنن توی روستاها. من همش حالا دوستم حالت نوستالژی قدیمی باشه، اما به حال من خدا روستاییام حق دارن که از امکانات و رفاه استفاده کنن. ای جانم حال خوب روستا، بوی روستا. به 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 به. یک چیزی که توی این روستا با تعداد زیاد آدم میبینه این درایی هستش که توری کشیدن، فنس کشیدن روش و داخلش پر گاو و گوسفنده. بریم از این ننامون بپرسیم قار از کجا باید بریم. چقدر برای این بنده خدا مردم روستا این کانورسیشن گفتگو نمیدونم چیه، حالا 4 تا کلمه انگلیسی بلده. سخته. از این مادر پرسیدم قار کجاست، تا آدرس داد بنده خدا فکرم نصف گوشت بدنش آب شد. خجالت میکشم بنده خدا. خب مسیر رو پیدا کردم. این مسیر سلام آقا، این مسیر ای برام مستقیم بره میره سمت قار. را مشخصه، میگن که از همینجا باید بری. بله بله، از دست چپ برم. بعد آبو میگیریم مستقیم میری پایین. آه دست شما داره کنه بابا. ممنون مرسی. بنده خدا چقدر مردم با صفا و مهربونی هن. میگفت بیا بریم راه بهت نشون بدم. گفتم بابا راه مشخصه، چرا خودتو از کار میخوای بندازی؟ تا
تأکید دارن که راه سمت چپ رو برو، چون به یک دره میرسیم دیگه. سمت راست بریم میره اون ور دره، سمت چپ هم بریم که میاد این ور دره. خیلی از مردم خبر ندارم. فکر شو بکنیم منی که طبیعت گردم، منی که مثل فلان دل ولم همیشه توی کوه بیابون، این قار رو شاید مثلا این دو سه سری بیشتر نیومده باشم، که اونم انقدر قبلا بوده که دیگه از این مسیر آقا دروغ نگم نیومدم دیگه. این میخواد بپیچونه، خجالت که نداره، بگو نیومدم دیگه. دو روز پیش همینجور داشتم توی فتمپ نگاه میکردم، دیدم یک دره شکاف ناجوری هست، بعد عکساشو توی گوگل دیدم، فکرم خارجه، بعد نگاه کردم به کلات. خجالت که نداره دروغ میخوای بگی ملت. بند خدا مردم اعتماد بکنم بهت، نرفته بگو نرفتم دیگه، خجالت نداره. ای جانم بچه ها، یک مجسمه هم هست اونجا، بهش میگن هورس استچو، مجسمه اسب. بریم اونجا هم بهتون نشون بدم. آخیش از روی دوشم بارش سبک شد که گفتم نیومدم، چون احساس میکردم بستر روز خونه سنگ سنگ. بچه ها احساس میکردم زش بابا کشمش چوب تو کونه شد. نیومدن که آر نیست. به 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 به، وقتی اینقدر تاکید دارن چپ، به این خاطر که راست میره اون ور دره، چپ میره این ور دره. یه کلپستم داره اونجا حرکت میکنه و بریم به سمت قار.